خطاب کرد، بگوید که من هلال رمضان را دیده ام، شخص مستور الحال به اصطلاح، کلا وضع حالش هم چندان معلوم نیست، نه انسان فاسق، انسانی کلا وضع حالش چندان مشخص نیست، انسان مستور الحال اگر شهادت بدهد که من هلال را رؤیت کرده ام، اونها حلول رمضان را به این وسیله اعلام میکنند. و بارها هم در این رابطه اشتباهاتی و خطاهایی رخ داده است و خودشون هم بعضی وقتا اعتراف کردن به وجود یک اشتباه، مثلا در اثبات ماه مبارک رمضان، که ما این که سال گذشته هم به نظرم چنین اتفاقی افتاد. در این صورت این در این رابطه خوب است که ما همان یک دستی و یک پارچگی را حفظ بکنیم، چون در آغاز رمضان اگر دچار دو دستگی بشویم، این دو دستگی در آغاز رمضان چندان شاید نمودی نداشته باشد، چندان شاید محسوس نباشد و ملموس نباشد، اما در آخر در پایان ماه ملموستر می شود. وقتی در یک خانواده یا در یک محله، در یک شهر افراد روزه بگیرند، افراد عید بکنند، در یک خانواده حتی ما می‌بینیم که بعضی افراد یک خانواده بعضی عید می‌کنند، بعضی روزه هستند، این در واقع این نمودی از دو دستگی هست دیگه، نشانه تفرقه و دو دستگی است که اصلا با مقصد شرع سازگار نیست. بعد از این مقدمات یک سری مسائلی در ارتباط با رمضان و روزه رمضان من یادداشت کردم که برای اینکه وقت زیاد گرفته نشود، انشاءالله سعی خواهیم کرد فشرده و فهرستوار مروری بر این مسائل داشته باشیم. در ارتباط با ارکان روزه، اولین نکته ای که در ارتباط با ارکان روزه حائز اهمیت است این است که روزه از دو رکن اساسی تشکیل شده است که هر دو رکن هم باید روش بحث بکنیم. ما دو رکن اساسی برای روزه هست که بحث ما حول محور همین دو رکن خواهد بود بیشتر. اولا نیت و ثانیا امساک. امساک از مبتلات روزه. اولا نیت یعنی قصد عبادت، قصد روزه، و ثانیا خودداری از مفطرات، خودداری از مبتلات روزه، یا به اصطلاح امساک و دست نگه داشتن از هرچه که روزه انسان را باطل می کند. در مورد نیت که اساس هر عبادت هست، انما الاعمال بالنیات، دیگه مشخص مقصود از نیت، همیشه هر وقت ما نیت را بیان می کنیم در عبادات، مقصود نیت زبانی نیست، همون قصد قلبی است. حالا با زبان همراه بشود یا نشود زیاد مهم نیست، آن چیزی که مهم است این است که نیت باید در قلب استقرار پیدا بکند. خیلی وقتا سوال می شود که من امشب مثلا نیت نکردم روزه گرفتم، به خواب افتادم بلند نشدم که نیت بکنم یا سحری بخورم، آیا روزه هم درست است یا نه؟ یعنی مقصودش این است که من به زبان نیت نکردم، در صورتی که نیت محلش قلب است. اگر او نیت قلبی داشته است و قصد روزه گرفتن در شب داشته است، این کافی است برای روزه، نیازی نیست که حتما به زبان نیت بکند. بنابراین اگر انسان مثلا برای سحری بیدار نشد که به زبان نیت بکند، یا اصلا نیتی به زبان از او صادر نشد، قطعا قصد روزه گرفتنی که داشته است در طول شب، این قصد کافی است برای صحت روزش. اگر کسی یک جا نیت بکند، بعضی گفتند در بعضی مذاهب هست، مثلا مذهب امام مالک، که اگر کسی اول رمضان نیت بکند برای کل رمضان کافی هست و روزه را، روزه رمضان را یک دست حساب کردند، یکی حساب کردند، یعنی یک عبادت، یک عبادت یک پارچه، که برای کل این عبادت یک نیت کافی هست. گفتن اگر انسان در آغاز رمضان یک نیت بکند برای کل رمضان کافی است. و ما میگویم احتیاطاً انسان در آغاز رمضان این چنین نیتی را هم بکند، در آغاز رمضان که من نیت بکند، یعنی قلباً که کل رمضان را روزه بگیرد دیگه، مگر اینکه لا عذری برایش پیش بیاید، قصد روزه گرفتن کل رمضان را بنماید، که اگر احیاناً در ارتباط با نیتی در یکی از روزها مشکل پیدا کرد یا شک کرد که آیا من قصد کردم یا نکردم امشب که روزه بگیرم، این قصد در قلب من به این قصد حاضر شد یا نشد، این شک دیگه مشکلی نداشته باشد و مشکلی برای او ایجاد نکند. این نیت عمومی را انسان در آغاز رمضان داشته باشد، بعد از اون هم برای هر شب
برای هر روزی که میخواهد روزه بگیرد در شب نیت بکند. آن چیزی که در ارتباط با نیت باز هم به عنوان مکمل این بحث میتوان گفت این است که نیت در ارتباط با روزه فرض باید در شب صورت بگیرد. شب یعنی قبل از فجر، نه سر شب منظور نیست، قبل از فجر و قبل از آغاز روزه انسان باید نیت بکند برای روزه فرض. حالا چه روزه فرض رمضان باشد چه روزه فرض دیگر، مثلا هر روزه فرضی نیت آن باید قبل از فجر باشد. لا صیام لمن لم یبیت الصیام قبل الفجر، روزه نیست برای کسی که قبل از فجر نیت نکند. بنابراین اون قصد قلبی که ما میگوییم به قرآن نیت، قبل از فجر باید در قلب منعقد بشود و بعد از انسان وارد روزه بشود. اگر فجر طلوع کرد و نیتی نکرده بود روزه فرض معتبر نیست. اما برای روزه سنت میتوان بعد از فجر نیت کرد. برای روزه سنت جایز است اگر انسانی مثلا بعد از طلوع فجر به فکر افتاد که من امروز روزه بگیرم، دوشنبه بود مثلا یا پنجشنبه بود، بیاد افتاد یا به فکرش خطور کرد که روزه بگیرد، به دلش افتاد که روزه بگیرد مثلا در غیر از روزه رمضان، روزه سنت را بخواهد انسان روزه بگیرد در صورتی که قبل از فجر نیت نکرده باشد، این جایز است. بعد از اینکه مثلا بلند شد در واقع تصمیم میگیرد که روزه بگیرد در صورتی که چیزی نخورده باشد، البته تا قبل از ظهر اگر چنین نیتی بکند جایز است و میتوان تا قبل از ظهر برای روزه سنت نیت کرد در صورتی که انسان از طلوع فجر به بعد دیگه چیزی نخورده باشد. رکن دوم روزه امساک است. مقصود از امساک هم نه اون امساکی که الان به اصطلاح رایج عامیانه منظور هست، اون مقصود نیست اینجا. اون اصطلاح رایجی که در ارتباط با امساک معمولا به کار می رود، در تقویم ها هم نوشته می شود دیگه، امساک یعنی مثلا خودداری از خوردن قبل از فجر، چند دقیقه قبل از فجر دست کشیدن، به این معنا منظور نیست. مقصود ما از امساک چیز دیگه هست. مقصود ما از امساک خودداری از مبتلات روزه در طول روز، در اثنای روزه، از آغاز تا پایان، از اول طلوع فجر تا غروب خورشید که پایان روزه هست، خودداری از مبتلات روزه. این معنی امساک است که در واقع رکن دیگر روزه محسوب می شود. این که انسان قبل از فجر، چند دقیقه قبل از فجر دست بکشد از خوردن، بعضی توصیه کردن و تجویز کردن یا توصیه کردن که قبل از طلوع فجر انسان خودداری بکند از خوردن. و مشخص این قضیه امروزی هست، یعنی در گذشته چنین چیزی نبوده است. چون در گذشته اصلا ساعتی نبوده است که انسان قبل از فجر را تشخیص بدهد و آغاز روزه با طلوع فجر فهمیده می شد. هیچ کس نمی توانست حدس بزند که چند دقیقه دیگر فجر طلوع خواهد کرد. وقتی انسان از خواب بلند شد نمی فهمد چه ساعتی هست دیگه. معمولا اذان گفته می شد، با اذان بلند می شد، اذان اول. حتی این که یک اذان الان گفته می شود، خب این چیزی که الان در واقع نوعی ترک سنت محسوب می شود. سنت اصلی در ارتباط با اذان صبح این است که دو اذان گفته شود. دو اذان هم در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله گفته می شد و یک اذان برای بیدار شدن مردم که از خواب بیدار بشوند. اگر کسی بیدار هست بیاید سحری بخورد، اگر کسی خوابیده است بیدار بشود و سحری بخورد، یا حداقل آماده بشود برای نماز دیگه اگر غیر رمضان هست، بیدار بشود برای سحری خوردن. نه ساعتی بود اون موقع، ساعت مثلا که زنگ بزند فرض انسان را بیدار بکند، و نه ساعتی که انسان وقتی بلند شد بفهمد که چه ساعتی هست. بلند میشد متحیر بود، نمیفهمید چه ساعتی هست، مثلا ساعت دو است یا ساعت چهار است مثلا. هیچ وقت نمیتونست انسان وقتی بلند میشد تشخیص بدهد که چه ساعتی هست. منتها حالا بالاخره اونهایی که اذان میگفتند، خب قبل از طلوع فجر اذان میگفتند، قبل از اینکه فجر رو بکند، با مشاهده فجر کاذب. فجر کاذب یعنی اون روشنی که شاید یک ساعت تقریبا قبل از طلوع فجر